آقای نهاوندی، روایت شما رو از 28 مرداد بشنویم. من روایتی از 28 مرداد ندارم. در مورد 28 مرداد تجزیه و تحلیل تاریخی و علمی در حقیقت کردم بر اساس تحقیقات مستند به مدارکی که قابل تردید نیست و اونها رو در کتاب سه رویداد و سه دولت مرد انتشار دادم. اما به نظر من ماجرای 28 مرداد رو باید خیلی با احتیاط نسبت بهش صحبت کرد. قسمت اولش جریان 25 مرداد هست و صدور فرمان عزل مرحوم دکتر مصدق از طرف شاه. در روز 25 مرداد فرمان برکناری مرحوم دکتر مصدق در شرایط بسیار خاصی یا باید عرض کنم موسیقی از طرف سرهنگ نصیری ارتشبد بعدی که اون موقع فرمانده گارد شاهنشاهی بود، اندکی بعد از نیمه شب به نخست وزیر اون موقع یعنی مرحوم دکتر مصدق ابلاغ شد. این عمل که سرهنگ نصیری به اتفاق دو کامیون سرباز و یک یا دو زره بوش، ظاهرن دو زره بوش، به در خونه مصدق بیاید و بعد در رو بزنه و بگوید که نامی از طرف اعلیحضرت برای مصدق داره، تمام اینها مدارکی است که یاران خود مرحوم دکتر مصدق تعریف کردن، یک سرتی پریاهی یا دکتر صدیقی یا دیگران. و بعد سرهنگ ممتاز رئیس حفاظت دکتر مصدق ایشون رو دعوت میکنه به داخل خونه، در اونجا مینشینه، براش چای میارن و بعد این نامه رو میبره به حضور دکتر مصدق. دکتر مصدق هم نامه رو میخونه و یک رسیدی بهش میده که متنش هست و عکسش هم هست. و اون موقع بعد اینکه این رسید رو میده که دستخط مبارک همایونی رسید یا یک عبارتی در این حدود، به سرهنگ ممتاز میگه که سرهنگ نصیری رو توقیف کنه. و بعدم سرهنگ نصیری که اسلحه‌اش هم قبلا تحویل داده بود برای اینکه از مقررات نظامی اطلاع داشت، بنابراین به طور غیر مسلح وارد خونه دکتر مصدق میشه، توقیفش میکنن، میبرنش به ستاد ارتش و طبق روایت سرتیپ ریاهی که اون موقع رئیس ستاد ارتش بود، ایشون بهش میگه که بروید و خودتون به دژبانی معرفی کنید، که در این موقع دستگیری در حقیقت به صورت زندانی در میاد یا لااقل بازداشتی در میاد. این ماجرای 28 مرداد، چرا در اون شب ایشون با دو کامیون سرباز و یک یا دو زره پوش گارد شاهنشاهی به اونجا آمد، معلوم نیست. از کی این دستور رو گرفته بود معلوم نیست. در دادگاه مصدق هم مفصلا یعنی چندین ساعت درباره این موضوع صحبت شد و بالاخره هیچ روشن نشد این مسئله. سرتیپ آزموده یا سپهبد آزموده بعدی هم بالاخره گفت این فرقی به حال ما نمی‌کنه، اتفاقی است که افتاده و مطلب رو در حقیقت کنار گذاشت، با اینکه جوابی براش پیدا نمی‌کردن با سرزنش به سرهنگ نصیری اون موقع سرتیپ شده بود. به هر حال اون چه که تعبیر به کودتا شده است و با این لشکرکشی موسیقی شکل خاصی گرفت، در حقیقت پایان ماجرای 25 مرداد بود و شکست طرحی که سوم شده است به طرح آژاکس. در ساعاتی بعد از ماجرای 25 مرداد یا شکست طرح 25 مرداد، طبق روایات باز هم رسمی است من جمله خاطرات ملکه ثریا که درش صداقت و صمیمیت کامل است، به شاه خبر میدن که این طرح شکست خورده و ایشون به اتفاق ملکه و افسر خلبانشون خاتم که بعدن ارتش بود خاتم شد و مرحوم، فکر میکنم مرحوم باشد، ابوالفتح آتابای از کلاردشت به رامسر و از رامسر به بغداد و از بغداد به ایتالیا میرید که ماجراش رو کاملا شنیده اید و میدونید و همه جا نوشته شده. در ساعات بعد از این ماجرات در چندین تلگراف سری از وزارت خارجه و از مقامات رسمی امریکا به سفارت ایران و به مقامات CIA در تهران دستور داده میشه که این طرح تمام شده و مجددا حسن رابطه با دولت دکتر مصدق رو شروع کنید و حتی تصمیم میگیرن که کمک های مالی مختصری هم به دولت دکتر مصدق بکنن برای به اصطلاح تجدید رابطه دوستانه. و در اینجاست که در این سه روز دو شخص در حقیقت رهبری کار رو در دست میگیرن، یکی سپهبد زاهدی که هنوز سپهبد نشده بود البته، و در روز 28 مرداد بعد از اینکه حرکاتی در تهران شد به نفع زاهدی و به ضد مرحوم دکتر مصدق، در ساعت 11 صبح رؤسای بازار تهران از آیت الله عظما بروجردی کسب تکلیف میکنن که چه کنیم، اجازه میده بهشون که بازار رو ببندن و وارد به اصطلاح معرکه بشن یا وارد خیابونهای تهران بشن. و بعد از ساعت 11 صبح بود که جریان در حقیقت کفه ترازو به نفع موافقان سپهبد زاهدی یا سرلشکر زاهدی
که نخست وزیر منصوب بود و مخالفان مرحوم دکتر مصدق که نخست وزیر معزول بود کفه ترازو به نفع اونها سنگین میشه و به اصطلاح ورق بر میگرده. اما چرا ماجرا آقای نهاوندی؟ چرا ماجرا؟ برای اینکه من خواستم که وارد این بحث قیام ملی که یک عده حق دارن اینو قیام ملی بدونند یا کودتا که یک عده حق دارن این رو کودتا بدونند لااقل در مورد ماجرای 25 اتفاق 25 مرداد وارد این بحث نشوم. مرحوم دکتر عالمی که یکی از وفادارترین همکاران و یاران دکتر مصدق بود در مقاله این رو یک حرکت عمومی ذکر کرده. اون مقاله هم در کتابم من ذکر کردم یا نقل کردم، شاید اون هم یک اصطلاح درستی باشه، یک حرکت عمومی بود. قطعا در روز 28 مرداد دی زیادی از مردم در تهران متظاهر بودند به اینکه طرفداری بکنند از سرلشکر زاهدی و تایید بکنند شاه رو، و قطعا ارتش دخالت عمده‌ای در این کار نکرد، برای اینکه ارتش تقریبا در اختیار سرتیپ ریاهی بود تا نیمه بعد از ظهر 28 مرداد. بنابراین اصطلاح کودتا مسلما انطباق نداره با اتفاقی که در اون روز افتاد. بگوییم حرکت عمومی، بگوییم ماجرا، نه قیام ملی، نه کودتا، واقعیت تاریخی رو نمیشود با کلمات تغییر داد. من به هیچ وجه از دید یک شخصیت سیاسی و دانشگاهی رژیم گذشته صحبت نمی کنم. 30 سال از پایان رژیم گذشته میگذره و دیگه عقربه ساعت زمانه به عقب بر نخواهد گشت به قول مرحوم قوام السلطنه، و دیدگاه ها رو باید دیدگاه های بی‌طرفانه و قضاوت های تاریخی قرار داد، نه مسائل سیاسی. اما آقای دکتر نهاوندی، روایت شما از طرح موسوم به آژاکس و نقش نیروهای خارجی یعنی آمریکا و انگلیس در 28 مرداد چی هست و حضور یا دخالت خارجی ها در 28 مرداد رو تا چه اندازه مؤثر میدونید در اون روزها؟ در این که طبق طرح آژاکس که در واقعیت این برنامه هیچ تردیدی نیست، امریکا و انگلیس تصمیم گرفته بودند که موجبات برکناری دکتر مصدق رو فراهم بکنن، تردیدی نیست. جریان ملاقات هایی که در سوئیس انجام گرفت، آمدن افراد مختلف رو به تهران، سفر شاه دخت اشرف رو برای اینکه شاه رو متقاعد بکنه به اینکه در این بازی وارد بشه و امثال اینا، همه رو من در کتابم با ذکر اسنادش نوشتم. و در اینکه طرح آژاکس 25 مرداد شکست خورد، باز هم در اون تردیدی نیست. من نمیگم، اسناد رسمی امریکایی میگن. و در این که در 3 روز بعد از 25 مرداد جریان به کلی تغییر صورت پیدا کرد و در حقیقت یک حرکتی بود که از طریق طبقات مختلفی از مردم انجام گرفت، و در این که طرفداران دکتر مصدق وارد معرکه نشدند، و در این که آیت الله عظما بروجردی کفه ترازو رو به نفع سرلشکر زاهدی سنگین کرد، از نظر تاریخی و از نظر مدارک موجود هیچ تردیدی نمیتوان داشت. آقای دکتر نهاوندی، با توجه به همین کتاب شما 3 رویداد 3 دولت مرد، شما به محمد مصدق به عنوان یک دولت مرد برجسته تاریخ معاصر ایران پرداخته اید، اما دکتر مصدق رو با توجه به اسناد و مدارکی که به دست آوردین چگونه دیدین و آیا به تصور شما او در محاسبات و ارزیابی های خودش اشتباه کرد، و اگر چنینه از دید شما مهمترین اشتباه او کدوم بود؟ در این که دکتر مصدق برای تاریخ ایران یک مرد بزرگ و یک قهرمان ملی است، چنان که قوام السلطنه هم هست، هیچ تردیدی نمیتوان داشت. بزرگترین خدمت مصدق به ایران این بود که از تبا ملی کردن نفت که پرچمدار و علمدارش بود و همه مردم ایران از جمله شاه، از جمله سرلشکر زاهدی که از یارانش بود، از جمله تمام کسانی که اون اوائل موافقش بودند و بعدن ازش برگشتن در کنارش بودند، تلسم استیلای انگلستان رو بر صحنه سیاست ایران شکست و غرور ملی رو به ایرانی ها برگردوند. شما جوان هستید آقای قویمی و نمیدونید که واقعا در اون زمان ها هر اتفاقی در ایران میافتاد، یه گدی میگفتن اینم کار انگلیس، و انگلیس رو که در حقیقت یک امپراتوری در حال زوال بود اون موقع، همه شکست ناپذیر میدونستن. مصدق این تلسم رو شکست. من خیلی متاسفم که بعضی از طرفداران ایشون اخیرا وارد این بحث شدن که اگر نفت
ملی نشده بود، درآمد اقتصادی ایران، درآمد مالی ایران خیلی بیشتر می بود. قطعا همینطوره. ولی مسئله ملی شدن نفت یک مسئله سیاسی، یک مسئله ملی تلافی مردم ایران بود در برابر سیاست استعماری بریتانیا که از فراهم کردن موجبات قتل امیرکبیر تا اون موقع خیلی به ایران بد کرد، چنانکه سیاست های استعماری دیگر هم کردن. ولی شاید به بزرگترین اشتباه مصدق که یاران مختلف شم اینو یاداوری کردن این بود که در موقعیتی بود که می توانست بهترین توافق رو با دنیای غرب بکنه و شاید به خاطر اینکه متهم نشود به سازش زیاده از حد ایستادگی کرد. فکر می کنم که شاید مصدق هم اگر با انگلیس ها از طریق بانک بین المللی مثلا که بهترین پیشنهادها رو داده بود با دنیای غرب توافق میکرد، هم حکومت ایران به یک طرف دیگری میرفت، یعنی آزادی بیشتری در ایران به وجود میامد، دموکراسی به ایران باز میگشت و اشتباهاتی که شد روی نمیداد.